خیلی چیزای دیگه هم هستن که خیلی بزرگتره. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه. امروز اومدم با سوتیو صدا و سیما. وای من چقدر دلم واسه صدا و سیما ایران تنگ شده. فراز کیپی هستم، اومدم که با یه ویدیو خفن دیگه بتره کنیم با هم دیگه. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برام این زنگوله رو بزنید. سلام بچه ها، من اومدم دوباره با یه ویدیو دیگه سیدو ای سیمایی دیگه لحجت دوست دارم یه از اون لام اومدم تو اصلا من ندیدی به هیچ. شما بچه ها، ما همه یه چیزامون طبیعی حرفه ای هم آقا قرمیست تو همه ویدیو هم باشی ها. من کانال فرز کیوپیه، شاید من میخوام تنها یه باری ویدیو بگیرم. نظرتون الان بی تربیت نیست؟ واقعا بی تربیتی. الان من اومدم که کنارت باشم، همراهی کنم. نه شوخی کردم، خوش اومدی، امیدوارم خب که خب بگو یه شوخی کردم بچه ها باورشون میشه در کنارم امروز قرار. آره شوخی کردم. نه دوباره بگو با هم یه قراره در کنار شما، من، محسن و شما بریم سوتیای صدا و سیما رو ببینیم چه خبره. امیدوارم که بخندونیمتون و ویدیو رو لطفاً تا آخر ببینید. اگه خوشتون اومد ویدیو لایک کنید، اگه خوشتون نیومد دیسلایک کنید، اشکالی نداره. خیلی صحبت کردیم، بریم سراغ ویدیو. مرسی. خیلی ممنونم آقا، خیلی خوشحال بودم در خدمتتون بودم. باعث افتخار بود. سعید بسیار خوبم. خیلی عزیز. سلام به شما، حیاتتون تبریک میگم. همچنین ببینم. چیه نامداریه؟ تو اینا ندید. نه. اینو ندیدم. من این زنه رو میشناسم. آره، اسمش چیه؟ نامداریه. کرمیه چیه؟ اون یکی پاره شو. اونم جوری دستوسینه وایساده. آره. نه خب شما تو یه صدام ثانیه چه انتظاری داری؟ نه آخه که صدام تو جای اون بودید اونجا وایساده بودی چیکار می‌کردی؟ ولیه رو فراز. آقا فرض کنیم تو کرمی. تو کرمی، من نامداری ام. من می‌رفتم. میزه بذار بیفته. خب سری نمی‌ذاشتم بیفتی. چیزی می‌گرفتم بهت. It was at this moment he fucked up. نه من زیبا میگرفتمه به خدا، من کمک میکنم. نه باید کار بکنی، فعال باشی، هم خودت لذت ببری. بل من اگه الان بیافتم بیدم چی بیافتم بزنم؟ گفتم توی آدم پپری، من بیافتم تو بیدم که بیدم کون منو بشوری. فهمیدی چی گفت؟ میخوام بگم خب بخشی داشتم تو بگی حقیقت چی بگم. اصلا نمی کنن با تو نفر میان. با بزرگا بود، این با بزرگا بود که بهش پره بعد میاد اینجا یه جایی تلویزیون رو میبینه میخواد به همه قرمزه یعنی پخش شده؟ کنوانو بشونی ولی کلن مجریه آب شد به جامعه جهانیه. فوتبالار رو نگاه میکنی؟ بله نگاه میکنم. من فقط بازی ها ایران رو دیدم، با اسپانیا هر دو تاشونم دوست داشتم. باختیم که آقا بازی اسپانیا، هر چندم باخته باشیم خیلی با غیرت بازی کردن بچه‌ها ما شده. یعنی اون انتظاری که از تیم ملی داشتیم ما برآورده کردن، واقعا بهشون تبریک میگم. همون صحنه‌ای که لاپایی لا دیگه لا. حالا اینا که لاپای میذارن. قیافه مجریه رو دیگه کنترل خدا. خب مجریه خیلی باحاله. مجریه بنده خدا پشمش ریخته. مجریه اینجوری کرد. لای. 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 میگم باورتون میشه؟ وقت تموم شد. آره. خوبه. میام برنامه داشتم. وای. 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 اینجوری هست من اصلا دیگه نمیدونم. خدا حافظ. معذرت میخوام. جوری بفت وقت تموم بشه. سلامت بشه. خب بهش برخورد. ممنونم. آره گفت آخه داشت حرف میزد بنده. داشت حرف میزد. حرف میزد. من گفت یه چیز بگم. بگو. وقت تموم. وقت تموم. ای پر ای. خب خوبه. برد خوبه. اگه اینجوریه که من دیگه نیستم. احمد تموم شد. تو دیگه نباید باشی. خوبه. خیلی خوب بودی. هیچ کی مثل اون لاپایه نبود. لاپایه. هفته خرداد چه میشه؟ وای من عاشق اینم. آره وای آره وای آره وای این خیلی خوبه. تمام ایران یعنی از در خجالت میکشه. ما ایرانی داره موهاش درست شما ایرانی. باید وظیفه‌مون رو رای بدیم. باید وظیفه‌مون رو رای بدیم. تا چه اندازه ارزش الان تبزای تلفن اینا رو میاره. دارم من یعنی خدا سر شاهده، نه خودم، نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم رو میدونم چون قلبم الان گرفته. قلبم الان گرفته. خیلی عزیز داره چون بای خیلی عزیز کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. وظیفه شد گناه داره. خیلی عزیز داره بیا بایا آره خودش جایزه بگیره. داره مسخره میکنه میگه امضا میخواستم. ایم خالم
بعد خدا این اداره ها پاسکاریش کردن. این گفته برو اونجا، این گفته برو اونجا. بعد گفت اون خبرنگار بیاد، من قلبم گرفتی. خبرنگار اومده میگه ارزش های ملی خیلی ارزش داره، چون اینجا که خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. در دوره های مختلف در دوره های مختلف در دوره های مختلف خیلی بارون خانوم به خانوم هم کمک نکرد، قلب منم الان گرفت. باز اومده عوض کنم گذاشت چه مازی استبراده این آرنجه کالا چه این اول نفهمی دیدی اول نفهمی این چیه بعد پراشی چیه چرا محتاطم بذاریم؟ خب بالاخره خب سرنوشت خودمونه، یه وقت یه جایی بخونیم ممکنه بلایی که سرمون خودمونه مثلا بچه مادره چرا تکون نمیخوره؟ مادره اصلا ریاکشن نداره، چیز بسیار عجیب بود، مادره برای شادی بود اصلا، آخه مادره روش از اول کوچولوش بود، مرده پاری شد خیلی رضا رضا جورابدار بود بذاره آقا یه رأس طرز نگاه کردن بچه رو ببین داره چه گوی میخوره همه پسر نمیدونه که گوزیده نمیدونه چرا میگه اینا چرا یه همه نگاه ها به من توجه کرده 14 هم خورداد که مصادف هست با رحلت جانگوزه جانگودازه امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه ما خدمت شما حاضر نمیشه بنده خدا دیگه هول کرد الان تا آخر 6 هفته سوتی میده اول گفت جانگوز بعد گفت جانگوداز بود آره بزن یه بار متوجه نشده بود من جانگوزو گفت اصلا دیگه پرا آره بید. آره مصادف هست با رحلت جانگوز جانگوداز جانگوداز دو تا پشت سر هم این دیگه فکر کنم تموم شد دیگه باید خدافظی کنه من که دیگه ندیدمش بفرمایید بینی هاشون رو عمل نکنن بینی هرچی بزرگتر باشه بهتره 914 آخرش 201 خیلی چیزای دیگه هم هست که بزرگش بهتره تو دیگه حال نمیشه راجبش صحبت کنی دروغ میگی شبکه یک وای درست کردم من باورم نمیشه این خیلی اگه ما گفتم خیلی چیزهای دیگه هم هستن که خیلی بزرگتره آره آیتی که خوشت اومد نه واقعا این بحثی که فرمود در مورد زمین خاری این رو توضیح بدم ببینید اون زمین هایی که خاریده شدن اون کوه هایی که خاریده شدن با همین اسناد رسمی خاریده شدن خودش فهمید چی گفت خاریده شدن زمین هایی که خاریده شدن خودش خاریده فهمیده سوتی داده میخواسته جمعش کنه بدتر ری بزرگترین کنسرت چی؟ بزرگترین کنسرت چی؟ کنسرت جمعش جمعشه دختر جمعشه بعد دختر خوب بود اومده به دختر میگه چی؟ کنسرت کنسرت کمک کن کمک کن جمعش کنی در واقع باب اسفنجی فرم کیک مخمل قرمزی مخمل قرمزی ما این رنگ در واقع این مدلی خواهد شد دوستان ملاحظه بفرمایید نهایت و فرجام این زحمت در آشپزخانه برای کیک پزی امشب همین خواهد بود که نوشته شده سال روز ازدواج مولا علی علیه السلام خانم فاطمه زهرا گرامی باد نوش بله. جونتون میل بفرمایید در لحظه آخرم با این خدای من خدا میرسم به خدا میرسم دستتون درد نکنه خواهش میکنم آخرین برنامه من خواهد بود آخرین برنامه مجریه آره دیگه اشکار نداره یه کیک دیگه اینجا هست من عذرخواهی میکنم هزینه این کیک رو من پرداخت میکنم نه اشکار نداره میریم سراغ بخش هنری خواهش میکنم با من همراه باشید تا من خطا کنم در واقع کار بد هزینه کیک رو من پرداخت میکنم با هزینه کیک میخواست خدا تو من این صدا سیما بابت این یه هزینه کردی یکم بیدم بند خدا فکر کنم چیز بود ریاکشن شد یکم ایوا بود گفت خدای من آره ولی دم این خانومه گرم که گفت که چه نه یکی درست میکنم درش یه ایده خوب واسه برنامه زنده ها اگه شما تو صدا سیما کار میکنید و این برنامه رو میبینید یه ایده دارم واسه تون کیک یا غذا درست میکنید توی برنامه زنده همیشه تو درست بکنید اگه یکیش افتاد یکی دیگه زاپاس داشته باشید و مثل خانم یکی دیگه اینجا هست بچه ها امیدوارم که حال کرده بوده باشید با این ویدیو من که خیلی حال کردم با این ویدیو شده باید حمایتم کنید بچه ها زنگوله اون لایک هم بزنین یه کامنت فینگلیش یا فینگلیش بذارین و این که خاطر این که خب شما رو ربات تشخیص نده اینستاگرام هم این بالا میاد
حتما حتما اینستاگرام رو فالو بکنید، چون من استوری میذارم وقتی که یه ویدیو رو میذارم. بچه ها حمایت کنید و اینکه یه کامنت بذارن نظرشون رو بگن. من یه چیزی رو باید به شما بگم. وقت برنامه تموم شده. حالا مگه میخوای برنامه بعدی؟ اگه اینجوریه خب من دیگه نیستم. من دیگه نیستم. آقا برنامه بعدی هم میتونید بیاید. خب بچه ها این بود از این ویدیو صدا و سیما. مهمان برنامه ناراحت شدن و من متاسفانه باید برنامه رو به پایان برسونم. خوشحال شدم که از این با من بودید توی این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. کلی بترکونید با لایک ها و کامنتاتون. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدافظ.